بعد افتر و بفور فاعل وجود نداشته باشد، اینا دیگه حرف رفع محسوب نمیشن بلکه یک حرف اضافه هستن. و شما در سال 11 درس دوم خونده بودید که هر فعلی بعد از حرف اضافه بیاد به فعل بعد خودش ing میده. پس یادتون باشه این نکته، حتی افتر بیفوردیم بلافاصله گذشته کامل انتخاب نکنیم، گذشته ساده انتخاب نکنیم و بیاییم آیا بعد از آن فاعل داریم یا خیر. یه مثال بزنم. To type the letter, I posted it by airmail. خب میشه که این درست رو بگیشم آیا had typed باید بیارم؟ میگیم نه، درست افته بلافاصله فعل قرار گرفته، پس این میشه حرف اضافه preposition. حالا که حرف اضافه هست فعل بعدو حتما باید به صورت ing بیاره. این یادتون باشه، این نکته کجا در مورد after before. خب پس یاد گرفتم دو تا فرمول در مورد افتر و بفور میتونم براتون بنویسم اینجا. من اجازه دارم اینا رو بپاکم، تمیز بکنم اینجا خدمتتون، اون موقع رو عرض بکنم چطوری خواهد. بیاید من پس اگر دیدید گذشته ساده اومد، حرف رفت شما افتر خواهد بود و بعد از افتر شما گذاشته یک کامل رو دارید. یعنی این عمل، این عمل بعد عمل قبل از عمل، این عمل قبل از این عمل صورت گرفته و این عمل دیگه بعد صورت گرفته. شماره دو اگر گذاشته کامل اول باشد، شما بفور رو دارید و بعد از بفور شما گذاشته ساده رو خواهید داشت. خب این افتر بفور هستش. چه علائم دیگر، چه حرف‌ربط های دیگری وجود دارند که نشون دهنده این تقدم و تأخر هست؟ شماره 3 بای برابی غیر زمان گذشته میشه گذشته کامل. مثالش میمیشم بای لست مانس وی had moved to our new apartment. ای بای اینجا به معنی بفور هست، بازم تقدم و تأخر، یعنی قبل از این که ما گذشته برسه ما به خونه جدیدمون نقل مکان کرده بودیم. به عبارتی وقتی که ما پیش اومد ما دیگه تو خونه دخولو بودیم، یعنی عمل زودتر سر گرفته بود. اگر بعد از بای کلمه the time داشته باشم، بای the time اینم بازم معنی بفور تا زمانی که برای اینجا دیگه نباید غیر زمان، باید جمله زمان گذشته بیارم. یعنی هیچ فرقی برای این بفور گذشته، بیفور گذشته و گذشته کامل وجود ندارد. یعنی شماره 2 و 4 با هم برابرن، ما گذشته کامل خواهیم داشت. مثلا the time we arrived